سلام به فراخبر، خوش آمدید در این برنامه. حملات انتحاری در شهرها، شیوه جدید طالبان و داعشیان در افغانستان. چرا حراس افغانان بر انجام حملات انتحاری در داخل شهرها تمرکز کردند؟ ارسال ساندویچ به فضا. در یک سال گذشته بیش از 60 حمله انتحاری مرگبار از سوی طالبان و داعشیان در افغانستان انجام شدند. از این میان طالبان مسئولیت 48 حمله انتحاری را پذیرفتند و جنگجویان گروه داعش بیش از 15 حمله انتحاری را انجام دادند که بیشترین حمله ها در کابل، ننگرهار و هرات صورت گرفتند. در حمله هایی که از سوی داعش انجام شدند بیشتر غیر نظامیان آماج قرار گرفتند که مسجدها و مکان های مقدس شیعیان از هدف های اصلی این گروه بودند. اما رو آوردن طالبان و داعشیان از جنگ های جبهه‌ای و انجام و حملات انتحاری در داخل شهرها چرا بیان میکند؟ برای بحث بیشتر در این باره احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی و لعلگل لعل، رئیس سازمان حقوق بشر اینجا مهمانان من هستند. خیلی خوش آمدین آقای سعیدی. چرا گروه های حراس افغان و خصوص داعشیان حملاتشان را بیشتر به شهرهای افغانستان در واقع متمرکز ساختند؟ بعد سلام عرض ادب خدمت شما جناب دوست گرامی آقای لعل، بیننده های شما. شک وجود نداره که دشمن یا مخالفین دولت افغانستان تا یک و دو سال دیگه قوت‌های مسلح ما به خاطر سرکوب دشمن قربانی های زیادی دیدن دادن که ما به قوت‌های مسلح از همین طریق ادای سلام و احترام دارم. اما دشمن جنگ خود تغییر داده، ولی ما با همون تاکتیک و رویه کهنه روان هستیم. دشمن جنگ خود از جنگ جبهه‌ای، از کوه و دشت و دره کشانده به داخل شهرها، ولی ما به خاطر جلوگیری از جنگ پلاوی تدابیری نداریم. جنگ وقتی که در شهرها میرسانه دشمن خود، به خاطر اینکه حکومت ها را زمین گیر کنه، ضرورت داره که نهادهای کشفی استخباراتی فعال باشند تا از جلوی دشمن به شهرها جلوگیری کنه. حال جنگ افغانستان ابعاد مختلفی داره، افغانی، منطقوی، فرامنطقوی. دشمن تلاش میکنه تا بر حمله بر شهرها، حکومت ضعیف ناتوان بسازه، امید مردم قطع بسازه. چنان چی تا سه ماه گذشته اضافه ترش 8 حمله در مساجد شهر کابل شده، اضافه تر از 186 نفر در شهر کابل در مساجد کشته شده. از طرف دیگه متاسفانه دولت هم، جناب رئیس جمهور آقای غنی و رئیس جرایه، یک 10-20 ورق پرینت کردن از کامپیوتر نوشته است که هر حمله ای که میشه چی میگن. این حمله را با شدید ترین الفاظ محکوم میکنیم، برای شهدا جنت فردوس، برای زخمی ها صبر عاجل میخواییم. و از روزی که این حکومت شده 137 کمیسیون تا حال اینا تعیین کردن در رئیس، معلوم نیست که این کمیسیون ها چی میکنه، در حالی که جناب رئیس جمهور، جناب رئیس اجرایی، تمام مسئولین دولت باید بفهمن که وظیفه ایمانی و وجدانی و تسلیت گفتن نیست، جنت فردوس برای شهدا خواستن نیست، وظیفه دیگه مردم است. بله. وظیفه ما جلوگیری از این حوادث خونین است که متاسفانه این وزیرا کمتر میدانن و کمتر درک. اما آقای سیدی، مقام های امنیتی در واقع استدلال میکنند که جلوگیری از حمله های انتحاری در داخل شهرها در واقع در مجموع ممکن نیست، خیلی دشوار است تا نیروهای امنیتی اگر انتحاری را شناسایی کنند و حمله های انتحاری را در واقع مهار بسازند، چون این حملات در امترین بخش های جهان در شهرهای بزرگ جهان هم صورت میگیرد. ببینید، وقتی که نیروهای کشفی ما، استخباراتی ما فعال باشند، پیش از اینکه دشمن عمل کنه میتونن او را در نقطه‌ای که وجود داره خونسا کنن. ما چی میکنیم؟ وقتی که حمله انتحاری صورت گیره، باز بدن پیش بینی میکنیم که دشمن میخواست از این دوال بدوه، دشمن میخواست از اینجا بدوه، نیروهای مسلح ما جلوگیری کرد. خب چرا سازمان های استخباراتی افغانستان، نهادهای استخباراتی افغانستان فعال نیستند در شناسایی منبع طرح و سازماندهی حمله های انتحاری در افغانستان؟ در تمام دنیا تلاش صورت میگیره که تا قوت های مسلح غیر حزبی، غیر سیاسی وظایف مقدس نظامی داشته باشند، ولی متاسفانه حاکمیت موجود قوت های مسلح دفاعی ما را سیاسی ساختن،
اشخاص و افراد به خاطر سلیقه های سیاسی، تنظیمی، زبانی، قومی مقرر میشن، نه به اساس لیاقت و درایت. بله خیلی ممنون آقای لال. حالا سازمان حقوق بشر افغانستان به تلفات غیر نظامیان در حملات هراس افغانانه به خصوص حملات انتحاری یک سال اخیر در داخل شهرهای افغانستان چگونه نگاه میکنن؟ از لحاظ کنوانسیون های حقوق بشر حمله بالای غیر نظامیان، کشتن غیر نظام چه حکمی داره؟ در واقع چگونه یک کار است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام پوړند کول سره درنو لیدونکو ته سیدی صاحب ته تاسو ته تاسو پوهیږئ چې په جنگ کې هیڅکله ګلونه نه ویشل کیږي. جنگ همدغسې بدبختۍ زګوي لکه موږ اولس چې ورسره نن لاس په ګریوان دی. دغه د جنگ ښکېلې خواوې چې ټولې دي، که دا د افغانستان امنیتي ارګانونه دي، که دا بهرنۍ قواوې دي، که دا په مجموع کې ټول مخالفین دي، دوی یو هم هغه خپلو ژمنو ته چې دوی وخت په وخت باندې په خپلو اعلامیو کې کړي دي، په خپلو مصاحبو کې کړي دي، په خپلو تصمیمونو کې کړي دي چې موږ به د ملکي خلکو ژوند خوندي کوو، دا یو هم ورته ژمنتیا نه لري. او دغه ژمنتیا صرف په خوله باندې ده، په عمل کې یوې خواوې هم نه ده ثابته کړې چې موږ د ملکي خلکو ژوند به خوندي کوو. دوی د بشرپالنې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي، دوی اسلامي قوانین تر پښو لاندې کړي دي، دوی افغاني قوانین تر پښو لاندې کړي دي، بشري حقونو قوانین تر پښو لاندې کړي دي. هرې خوا داسې نه ده چې موږ ګوته یو طرف ته ونیسو، بلکې دغه بدبختی په ټولو خواو د جنگ ښکېلې خواوې چې دي په دې ټولو کې شتون لري. نو دغه ټول مرګ ژوبله چې ده، دا د ټولو نړیوال قوانینو پر وړاندې یو بربند خلاف عمل دی چې تر اوسه پورې ترسره شوی دی. چرا یک عمل خلاف صورت میگیره در برابر غیر نظامیان در افغانستان؟ چرا هراس افغانان میان غیر نظامیان را هدف قرار میدن، غیر نظامیان را در افغانستان میکشند؟ چه فایده و سود میبرند با انجام این کارها؟ هغه جنگ چې هغه هیڅ نتیجه نه لري، خلک یې کوي، هغه خلک دي چې اصلا هغوی په دې کپړې کې هیڅ نه لري. که څوک څه لږ هم څه ولري، هغه دغسې بېګناه خلک نه وژني. که څوک د اسلام په خاطر باندې کوي، که یو بېګناه انسان وژل کیږي، په دې کې مسلمان او غیر مسلمان نه دی معلوم، یو بېګناه انسان وژل کیږي، د ټول انسانیت د وژلو سره برابر دی. بله خبره مهمه ده چې د افغانستان جنگ دا دونه یو ګونګ جنگ دی، دا دونه د منطقې لکه سیدي صاحب چې ورته اشاره وکړله، دا د منطقې جنگ دی، دا نړیوال جنگ دی. په دې کې ټول استخباراتي لاسونه دلته لاس لري. زه یو مثال تاسو درکوم. هغه مثال د جرمني سفارت باندې چې کوم د هغې په خوا کې کومه چاودنه وشوله، د پاکستان څه موجوده صدر اعظم کله چې امریکې په دوره باندې واغه ډیر واضح وویلې چې دغه ټانکر چې و دا په پا پاکستان کې په دې کې مواد ځای په ځای شوي وو، څلور یا شپږ کسان دې سره و چې هلته دغه شوي و. دغه طرحه او پلان په پا پاکستان کې جوړ شوی و، او بیا د دې ځاینه ټانکر لاړو په پلاني سفارت کې هلته ولاړ و، او کله چې موقع ورته په وخت ته راورسېدلو راویستلو هلته وچاودلو. نو کله چې د یوې پیښې تر اوسه پورې تحقیقات سرته ونه رسیږي، د هغې لامل معلوم نه شي، دلته دوه خبر دوه سوالونه خلکو ته پیدا کوي. یا زموږ حکومت خپل حکومت نه دی، د دوی واکمني خپلواکه واکمني نه ده، او یا د بل چا په بازی کې موږ راګیر یو. بله آقای لال، آل در این جنگ استخباراتی منطقه‌ای در افغانستان، طالبان چه نقش را ایفا میکنند؟ نقش طالبان در واقع دقیق چیست؟ ګوره هر څوک د قضیه په قضیه باندې معامله کوي. طالبان هم د خپلو ګټو دپاره د هر چا سره معامله کوي. زموږ حکومت هم د خپلو ګټو په خاطر باندې به د چا سره معامله کوي. نړیوال امریکایان چې دي، هغوی به هم د خپلو ګټو دپاره د خلکو سره معامله کوي. دا جنگ د افغانانو جنگ نه دی. دې باندې ټول متفق شوي یو چې جنگ پردی دی، خو راوړی موږ خپل کور ته دی، او د دې جنگ نه به یوازې چې دی خلاصون لاره چې ده، هغه د افغانانو په لاس کې ده. افغانانو چې کله یو بل ته د ورورګلوۍ لاس نه وي ورکړی، موږ د دې جنگ نه ځان نه شو خلاصولی. پردی ټوپک چې د اوګو نه نه یې کوس کړی، موږ د دې جنگ نه ځان نه شو خلاصولی. پردیو پراتیپي پیسو ته هم چې لغت نه یې ورکړي، موږ د دې جنگ نه ځان نه شو خلاصولی. که کله هم په دغسې حالاتو کې دا اوس چې څنګه ښکېل یو، همدغسې روان یو، نو دغه ناخوالې به زموږ په سر باندې تر آخره پورې همدغسې روانې وي. بله حالا طالبان یا دایشان یا هر گروه حراس افغان دیگر میان در افغانستان غیر نظامیان را میکشند، سازمان حقوق بشر اونها را چی خطاب میکند؟ هر څوک چې بېګناه انسان وژني، دا یوازې طالب نه، که دا حکومت دی، که بهرني ځواکونه دي، دا په افغانستان کې جنگي جرم دی. موږ دې ته جنگي جرم وایو. اونها جنایتکاران هستند، در واقع جنایتکاران جنگي در افغانستان ټول جنایتکار. هغه خلک چې بېګناه خلک وژني، هغوی جنایتکاران دي، او باید د نړیوالو قوانینو له مخې دوی محاکمه شي او د دوی نه پوښتنه وشي. ادامه فراخبر پس از وقفه کوتاه تقدیم می شود.
آقای سیدی، حالا به گفته آقای لال، کسان چی طالبان، چی دایشیان و یا گروه های دیگر میان در افغانستان غیر نظامیان هم میکشند، به گونه یمدی در واقع جنایتکاران جنگی هستند، مطابق قوانین بین الملل باید به کیفر برسند، ممکن است؟ اون چی که جناب آقای لال میگن از نگاه حقوق بین الدول بله، اما ای را باید ما به کسی بگویم که او به حقوق بشر باور داشته باشه. اما تطبیق این قوانین چقدر عملی است در افغانستان؟ بالای جنایتکاران جنگی، کسان غیر نظامیان هم میکشند. به قوانین بین الملل، به حقوق بشر، به حقوق اسلامیت و انسانیت باور داشته باشه. کسی که انتحار میکنه مردم بیگناه رو میکشه، حکومت تور به رسمیت نمیشناسه، ملل مستدی تره، به اندازه پشه، یک پشه حساب نمیکنه، حقوق بشر تو هم به اندازه یک شلغم نمیدونه. اینا حتی چه گونه موجود هستن؟ نه، نه حقوق بشر را رسمیت میشناسن، نه حکومت افغانستان، نه سازمان ملل متحد. اینا موجودات فرا قانونی، اینا موجودات مزدور، اینا موجودات به خاطر کشتن. حقوق بشر اعلامیه ایش، ارزشایش، معیارهایش، میثاقهای بین المللی وقتی تاثیر داره که انسانیت وجود داشته باشه، قانون پذیری وجود داشته باشه و کسی باشه که قانون بدانه. اینا غیر از قانون خود خو، مثلا داعش میگه هر کس که با ما نیست دشمن ماست، هر کس که غیر از باور ما دیگه داره قتل کشتنه. بنان حقوق بشر چی جناب آقای لال، چی خانم سیما سمر، یا مثلا نهادهای حقوقی، ای را به کسی بگن که او به یک پا باور داشته باشه. این کسی که انتحار میکنه، طفل دار میزنه، میکشه، او حقوق بشر تو چی کنه؟ خب حقوق بشر از این روی کاغذ است. بله، کسانی به اتهام انجام این اعمال در افغانستان گرفتار میشن، چرا قانون بالایشان تطبیق نمیشه؟ امرالله صالح ادعا داره که حکومت افغانستان بیش از 20 تن را به زن یا اتهام پیوند داشتن با داعش بازداشت کرده که تمامیشان ارتباط با حزب اسلامی گلوبدین حکمتیار دارن و هیچ کدام از این افراد به دادگاه فرستاده نشدند، در حالی که حقوق بشر، سازمان‌های حقوق بشر، نهادهای حقوق بشر میگه اینها جنایتکاران جنگی هستند. چرا این گونه رفتار با اینها صورت میگیره در حکومت افغانستان اگر گفته های آقای صالح حقیقت داشته باشد؟ وقتی که آقای گلبدین حکمتیار با دولت پروتکل امضا کرد، آمد تسلیم شد، من شخصا امیدوار بودم که یک روزنه واز خواهد شد. برعلاوه اینکه روزنه واز نشد، جنگ شدیدتر شد. یک دوم، سال گذشته 55 نفر از حزب اسلامی را در 12 سور آزاد کردن، فردا هم 90 نفر آزاد میکنن. من چی میگم؟ جناب آقای قینی بشنوه، کسانی که حقوق و انسانیت قبول دارن، اگر این برادرهایی که آزاد شدن و آزاد میشن، اینا بیگناه بودن، اینا بیگناه بودن، کی بد کرده که اینا رو پشت میله‌های زندان 5 سال 10 سال نگاه کردن؟ اگر اینا گناهکار بودن، جزای از اینا محکمه که فیصله کرده چی هست؟ میگن که حزب اسلامی پروتکل کرده، درست کرده. رئیس جمهور در یک چوکات منظمی حق الله را حب داره به حق ببخشه، حق العبد و حق الناس حق نداره رئیس جمهور ببخشه. دوم، چرا حزب اسلامی، رهبری حزب اسلامی نمیگویه به دولت که ما چقدر محبوس داریم در محبس افغانستان بگرام؟ هر روز یلا کده میرن، آیا 500 داره، 1000 داره، خلاص تیشه بته. مردم تشویش دارن که داعش و طالب و تروریست‌های دیگه هم به همین نام یلا نشه. و دولت هم به این ارتباط قانون زیر پا کرده و جرم مرتکب شده. حالا گفته های آقای صالح چقدر حقیقت داره؟ به گفته ایشان 20 تن از کسانی که به ارتباط پیوند داشتن یا ارتباط با گروه داعش بازداشتن، من شخصا فرستاده نشدن. جناب آقای من، من شخصا خود سخنگوی آقای امرالله صالح صحبت کردم. او گفت که ما به نهادهای حقوقی و نهادهای عدلی درخواست دادم، تلفن کردم که دفتر روند ثبت وجود داره، شما بیان اسنادی که ما داریم، اسناد به شما نشان میتونیم. اگر ما اسناد نداشتیم، اتهامی که بستیم، ما را محاکمه کنن. گفت نهادهای حقوقی عدلی حاضر نشدن، قطعا حاضر نشدن، اونا میفهمن که ما گناهکاریم. آقای لال، چرا این گونه برخورد صورت میگیره با متهمان دایشیان یا طالبان و دیگر گروه های رسانه‌ای در افغانستان؟ آنچه آقای سعیدی بیان کردند، یا خو د بیرون اتهامات وارد دول دی کنه، او یو په حقیقت کې د یو چا دوسیه قتل دی، دا دواړه سره ضد و نقیض دی. د امرالله صالح ادعا ده، صرف ادعا ده، که امرالله صالح د لسو شلو 500 کسانو په حق لبانې اسنادونه لري، باید اړوند ارګانونو ته ورکړي. اړوند ارګانونه هیڅ کله نشي کولی چې هغه پرېږدي. یو خو د همدې امرالله صالح د ریاست په وخت کې زه اسنادونه لرم چې بېګناه خلک ادام شوي دي،
بیخون گنا خلق په شل کال او اتلس کال بندونو باندې محکوم شوی دی. بی گنا خلق اسنادونه لرم امر الله سالی درا شغه د خپل اسنادونه راوړي زما خپل اسنادونه راوړم خوب مسؤلیت او قضایي اونها را وکړ او دا اسنادونه د سلې دي چې بنګه پټ پریخي دي او د ځان سره پریخي دي. دا پخانی ولسمشر ته خوب نقش آقای صالح در اینجا چی است در اعدام افراد بیگناه به گفته شما؟ ګوره چې څه کاری هغه به ریبه تاسو وکړه چې کله د 2001 کال تحولات راغله تر 2008 کال پورې په افغانستان کې جنگ نه و. بیا هم د طالبانو په کورونو باندې خلک همدا حکومت ورننوتو همدا امنیتي ملي ورننوتلو او خلک د کورونو راویستل په یو نوم په بل نوم باندې زندانونه ترېنه ډک کړه. هغې خو جنگ نه کوو د جنگ په ډګر کې خو یې نه ونیولي. هغه وخت خلک بندیان او د دې وخت بندیان فرق لري. کوم خلک چې د جنگ په ډګر کې نیول کېږي کوم خلک چې د جنایاتو په ډګر کې نیول کېږي هغه جنایتکاران دي. هغې ته موږ هېڅکله د هغې نه دفاع نه شو کولی. خو که د سیاسي موخو په نوم باندې نیول کېږي او د سیاسي غچ اخیستنې په نوم باندې نیول کېږي موږ د هغې نه دفاع کوو د هغه قوانینو له مخې چې افغانستان ورته حق ورکړی دی. افغانستان ورته خپله دا قوانین وضع کړي دي. زه درته وایم چې په دې ملک کې لکه څنګه چې سیدي صاحب ته اشاره وکړه چې دلته سلیقوي برخوردونه روان دي هر یو چې په هر موقف کې ناست شوی دی تر اوسه پورې من قانونمن حکومت هغه څه حکومت چې هغه د قوانینو پر بنا باندې رفتار وکړي او کړنې وکړي هغه څه حکومت تر اوسه پورې نه لرو. تاسو وګورئ چې په هر ځای کې د قانون د زورواکانو جزیرې پرتې دي او هماغه څه برخوردونه کوي هغې د خپل دین نه دې مسلې ته ګوري. خو که په حقیقت کې په حقیقت کې موږ دې ته لاړ شو دوسیه ولټوو چې د دې یو کس متهم شوی دی. ګوره دا تاسو باید څوک هیره نه کړي تر هغه وخته پورې چې محکمې حکم پې نه وي کړی موږ هغه انسان ته هغه ګناهګار نه شو ګڼلی. هغه بې ګناه دی د قوانینو له مخې. بله آقای سیدی، حالا به گفته آقای لیل کسانی ادعا دارند که حکومت افغانستان متهمان طالبان یا داعشان را به کیفر نمی رسانند باید ارائه اسناد این ادعایشان را به اثبات برسانند. بله من تکرار کردم که سخنگوی امرالله صالح به من گفت که ما اسناد داریم وظیفه عدلی و قضایی است بیاین از ما بگیرن ما رو بخواین. ما به اونا گفتیم نمیان. من میگم اگر واقعا آقای صالح تهمت میکنه ارگان های عدلی و قضایی وظیفه دارن که را مجازات کنن که چرا هم تو تهمت را میکنه. ولی اگر اینا خود خاموش میگیرن معنی ازی را داره که ارگان های عدلی و قضایی ما در کفش خود ریک دارن. بله. مثلا شاروال کابل 3 سال میشه سرپرستن. شما را به خدا همین دولت حوصله مردم و از طرف دیگه هر روز مردم ما کشته میشه. می خواهش دارم از جناب رئیس جمهور رئیس اجرایی که دیگر صبر و حوصله مردم از ماش نکنن. من میترسم که مردم به کوچا برای باز دیگر شما جای گروه یک کلمه دیگر. من گاهی میفهمم که دولت چرا بعضی همین مسئولین دولت از رئیس جمهور رئیس اجرایی وزراشان مردم افغانستان بشنوید مقامات عالی رتبه 90% فامیلای اینا به خارج است. خود از اینا به این جن وقتی که فامیلاشون به خارج است اینا کمتر به قم مردم. حالا در پیوند به همین حرفای شما برخی از سیاسیون ادعا میکنند که طالبان یا داعشان در واقع توانایی اجرای حملات بزرگ هراس افغانان را در داخل شهرها به خصوص در بخش های امن در کابل و دیگر شهرهای افغانستان ندارند. در واقع نفوذی های این گروه ها در داخل نظام زمینه را برایشان مهیا میسازند تا چنین حملات طرح و سازماندهی کنند. و تازگی احمد ضیا مسعود گفته این افراد یا انتحاری ها با ارتباط نفوذی هایشان در داخل نظام در کابل پناهگاه دارند، وسایل برایشان فراهم ساخته میشه، تسلیحات برایشان در پایتخت در واقع مهیا میگردند و راه برایشان برای انجام حملات انتحاری باز است. هر اینا یک گپی منطقی است، گپی معقول است، علمی است. اگر کسی در داخل نظام هم کار نداشته باشه یا در خانه کسی یا در شهر کسی یا دفتر کسی شما میدونید که یک اندوری از وزیرستان شکم خود بسته میکنه یا اینجا انتقال نه حتما در کابل در شهر. خدا شاهد است که اکثر مردم میگه که انتوریا توریستا توسطی چی میگم توسطی همه موترهای سیاه
کی یا از وکیل است یا از معین است یا از وزیر است. البته من خودم سندی ندارم، همینا به محل واقع بردم شن و انفجار دادم شن. آقای لال، آنچه گزارش اطلاعیه نشان میده در یک سال در واقع 48 حمله انتحاری با وسیله طالبان انجام شدن و کم و بیش از 15 حمله انتحاری را جنگجویان داعش در واقع در سه شهر مهم کابل، هرات و ننگرهار برای انداختن. وزارت داخله میگه در واقع تفاوت میان داعش و طالب وجود نداره، هرچند این حمله ها زیر نام داعش و طالب برای میافتند، اما در باطن هر دو گروه یکی است، ریشه هر دو گروه از یک منبع آب میخورند. شما چی میگین؟ یافته شما سازمان شما چی را بیان میکنه؟ که شک نشته ده چی ده دوی ده او بخوالل چی ده او سرچشمه چی ده شاید دیوی من بینه او سیگی. خو د دوړو په منځ کې پرښته ده. طالب چې ده بیا هم افغانی پدیده ده او داعش چې ده دا یو پردی پدیده ده په موږ باندې د نوي عصر او د نوي زمان سره تپل شوی ده. اما در عمل اقدامات هر دو یکسان به نظر میرسه، او هم حمله انتحاری انجام میده یا هم حمله انتحاری انجام میده. در حملات داعش هم غیر نظامیان کشته میشن، در حملات طالبان هم غیر نظامیان کشته میشن. زه خو په خپل په دې عقیده باندې هم چې یوازې د طالب او د داعش د خوانه په دغه سي حملو باندې د دوی د خوانه مهرونه لګول کیږي، نور چې اواد د هوا کنټرول د بل چا په لاس کې او د ځمکه کنټرول د بل چا په لاس کې وي، ستا په لاس کې اختیار نه وي، نو بیا څنګه د دې ثبوت کولی شي چې آیا دا حملې څوک کوي؟ خب طالبان مسؤلیت 48 حمله را در یک سال گذشته بر عهده گرفتن، به این ترتیب 15 حمله بر داعش نسبت داده شده. پخوانی ولسمشر بیا دا خبره به درته یاد نه وي چې هغه وی چې علي کفتری دي د شرق نه شمال ته طالبان انتقال کوي. خب چرا طالبان نمیگن که این کار ما نیست، کار کسان دیگر یا کشورهای دیگر، سازمان های استخباراتی بیرونی است؟ دا هغه پوښتنه دي چې حکومت ځواب ولی شي، دا عوام خلق یې موږ نشو ځواب ولی. دلته په افغانستان کې داسې یو جنگ روان دی، مخکې ما درته وویلې چې د دې تحلیل کول دا ډېر مشکل کار دی، او د دې جنگ خاتمه او د دې جنگ ښه او بد چې دي دا یوازې افغانانو پورې، یوازې افغانان د دې ابزار دي، یوازې افغانان د دې د اور د لمبو لرګي ګرځېدلي دي. دا جنگ اصلاً د نورو خوانه په موږ باندې را روان دی او تپل شوی دی. موږ په خپله افغانان د جنگ نه ستړي دي، افغانان نور جنگ دونه خسته کړي دي چې موږ په هیڅ شان باندې جنگ نه غواړو. آقای سیدی، شما تفاوت میان طالبان و داعشان چگونه میبینین؟ به گفته آقای لال، طالبان یک پدیده افغانی هستن، داعشان پدیده خارجی هستن. به عقیده من طالب به داعش هر دوش به نحوی به بیگانه مزدور هستن با یک اندازه تفاوت، اما داعش ظالمتر یک تعداد حاله. وقتی که نان پیدا نمیشه لباس طالبی را دور کرده، لباس داعش پوشیده. من یک سوالی را که میخوام از مسئولین بکنم، دولت میگه ما داعش در افغانستان سرکوب کردیم، بسیار ضعیف هستن. در نقاط مهم شهر داعش ادام کنه که ما زدیم ای حمله را کردیم، میقدر نفر کشتیم. اگر این را ضعیف کردن این لعنتی چطور حمله کنه؟ خب اینا میتونن از این طریق با کشتن غیر نظامیان به اهدافشان در افغانستان در واقع برسن؟ سکو دشمن دشمن است. بله. داعش طالب هرچی است، وظیفه ما او تو چی است؟ انتظار بشیم سه کنه. من باز تکرار میکنم، مسئولین بشنوه، حکومت که مسئولیت امنیت مردم خود گرفته نمیتونه، قطعا اطاعتش به او لازم نیست. خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنون از حضور هر دوی شما در برنامه و ممنون از شما بیننده. خبر کوتاه در اخیر تقدیم میشود. صاحبان یک رستوران در اتریش با ارسال یک ساندویچ کباب به فضا در نظر دارند تا نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنند. رستوران تا آی وردی پس از تهیه یک ساندویچ کباب، آن را با کمک بالونی که مجهز به دوربین‌های مداربسته و ارتفاع سنج بود راهی فضا کردند. قدرت این بالون در حد بود که ساندویچ را تا لایه استراتوسفیر جو زمین بالا برد. یکی از صاحبان این رستوران میگوید که ما سه مرتبه عملیات فرستادن کباب را به فضا اجرا کردیم. دوباره اول عملیات ما شکست خورد، ولی بار سوم کباب با قدرت بالا رونده بالون در ارتفاع 37000 متری جو زمین قرار گرفت. با تمام شدن گاز بالون، کباب به زمین سقوط کرد.